درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه دوم آبان ماه همراه ما باشید. فرزند ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که 25 مهر ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد، نوشته که 7 روز است هیچ خبری از مادرش نرسیده و حتی اطلاعی از زنده بودن وی ندارد. پس از انتشار خبر قتل مهدی امین، فعال مخالف جمهوری اسلامی در شهر تورنتوی کانادا، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی که ساکن این شهر است، نیز خبر داد که به مرگ تهدید شده است. مهدی امین روز چهارشنبه در منزل شخصی خود به قتل رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز جمعه آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران را طی شبانه روز گذشته بیش از 335 نفر اعلام کرد. همین آمار حکایت از آن دارد که بیش از 6000 نفر نیز به کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که به گفته مسعود مردانی، عضو ستاد مقابله با کرونا، آمار واقعی کشته شدگان کرونا در ایران 2.5 برابر آمار دولتی است. خبرگزاری رویترز گفته است که تحلیلگران دولتی و ناظران بخش خصوصی به سهولت توانستند دست داشتن ایرانیان در ارسال هزاران ایمیل برای رای دهندگان آمریکایی را به خاطر اشتباه هکرها کشف کنند. رویترز به نقل از 4 منبع معتبر گفته است که هکرها به اشتباه یک فیلم ویدئویی را همراه بعضی پیام‌ها ارسال کرده بودند. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته است که یا آنها مرتکب اشتباهی احمقانه شدند یا عمدن می‌خواستند شناخته شوند. روز چهارشنبه مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت که ایران و روسیه کوشیده بودند تا بر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بگذارند. به گفته رویترز، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا هنوز در صدد هستند کشف کنند این عملیات به دستور چه کسی و با چه هدفی به اجرا گذاشته شد. رئیس روابط عمومی پتروشیمی بندر امام به خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفت که در اثر آتش سوزی واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام 1 نفر مجروح شده است. درباره علت این آتش سوزی که با یک انفجار آغاز شده توضیحی داده نشده است. طرف‌های درگیر در کشور لیبی روز جمعه یک توافق آتش‌بس دائمی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه همه جنگجویان خارجی باید ظرف 3 ماه لیبی را ترک کنند و یک نیروی پلیس مشترک جدید در مناطق مورد منازعه گشت زنی می‌کند.